احمد جانجادی برادر برادر دوتا شهید هستن خانوادهشون در آبادان خانواده متمول و متنفذی و صاحب نفوذی هستن این فرد داریوش معمار نام دارد روزنامهنگار خوزستانی و سردبیر سایت فیدوس که اخبار خوزستان را پوشش میدهد داریوش معمار که نخستین بار ویدیوی ضرب و شتم دختر آبادانی را در توییتر منتشر کرد تحقیقات زیادی را روی ماجرا انجام داده از جمله بر روی احمد جهان نژادیان از مدیران پالشکای آبادان که متهم به تجاوز به دختر آبادانی است در ضمن در این بین نام واقعی دختر آبادانی هم منتشر شده او بهار چشم به نام دارد برای آگاهی از جزئیات ماجرای ضرب و شتم بهار چشم براه و ارتباطش با احمد جهان نژادیان و اینکه اساسا جهان نژادیان کیست گفتگویی را با داریوش معمار انجام دادیم و نخست از او خواسته ایم تا درباره ای آخرین وضعیت بهار بگوید این خانم شب گذشته تا در واقع فکر می کنم تا ساعت ده شب در بیمارستان شرکت نفت آبادان نگهداری می شده با اینکه که با قید وسیقه وسیقهی که پدرش گذاشته بوده وسیقه ملکی در واقع آزاد شده بوده و امروز هم متاسفانه از طرف آقای آقایونی که در واقع متهم به تجاوز به ایشون هستند تهدید شده بوده تهدید به مرگ شده بوده و رفته شکایتی کرده که این شکایت منجر به بازداشت این آقایون شده البته من هیچ اطلاعی ندارم که الان آقایون رو آزاد کردن یا نه در واقع فرد مورد نظر ما و برادرش الان اشاره کردین آقایونی که به این خانم تجاوز کردن آیا بیش از یک نفر بوده؟ نه 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 همون آقایی که تجاوز کرده و برادرش آقای احمد جهان نژادیان ممکنه کل ماجرا رو از اول تعریف کنین که چی شده آقای احمد جهان نژادیان که سابق بر این رئیس واحد حمل و نقل پالایشگاه آبادان بوده و به خاطر مسائل مالی در از اونجا برکنار شده مسئول فضای سبز پالایشگاه آبادان میشه در زمانی که ایشون مسئول فضای سبز پالایشگاه آبادان میشه این خانم منشی فضای سبز در پالایشگاه آبادان بودن در اون مدت خب اینا ارتباط کاری با هم داشتن بعدا ظاهرا این آقا خانم رو اخفال میکنه و بعد که خانم رو اخفال میکنه این اخفال منجر میشه به اینکه آقای جهان نژادیان از این خانم سوء استفاده در واقع سوء استفاده بکنه دیگه بس بعد هم بحث تجاوز هست سوء استفاده بکنه خب این موضوع ادامه پیدا میکنه این آقا این خانم رو تحت فشار قرار میده این خانم از یک مقطعی به این جنبندی میرسه که خودش رو به هر شک شده از دست این آقا خلاص بکنه چون این آقا از فضای سبز برکنار میشه یعنی دیگه رئیسش نبوده و اون فشاری که بهش میورده نمیتونسته بیاره این آقا به،, به طریق برادر این خانم رو که در پالایشگاه به صورت پیمانکاری شاغل بوده اخراج میکنه برای اینکه خانم تحت فشار بذاره و بعد به این خانم میگه که من تو رو هم اخراج میکنم و این خانم خب چون ده سال اونجا کار کرده شاغل مو... تنها زندگی میکرده خودش بعد از کرایه منزلشو میداده زندگیشو میداده به شدت به لحاظ روحی ظاهرا تحت فشار قرار میگیره و این فشار باعث میشه که در به منزل آقای جان نجادیان بره جالب اینه که آقای جان نجادیان دو تا همسرم داره یعنی هم الان در واقع دو تا همسر داره و ایش با ایشون هم ارتباط داشته و این خان... خانم در به منزل اونا که میره دیگه اون وقایعی که در فیلم بود و همه شنیدن اتفاق میفته دیگه یه کلیپی برای به با اصطلاح بازسازی صحنه مراجعت خانم بهار چشم به راه منزل جهان نژادیان تولید شده اونجا دو تا خانم دیده میشن آیا همسرانش همین دو تا خانومن که تو این فیلم دیده میشن یکیشون همسر آقای جهان نژادیان هست و یکی دیگه خواهر آقای جهان نجادیان هست ظاهرا یک دختری هم تو این فیلم هست که اون دختر دختر آقای جهان نجادیان هست و پسری هم اونجا هست که ظاهرا پسر آقای جهان نجادیان هست و خانم بهار چشم راه متهم است که این پسر که حدود دو متر هم قد داره رو زربو شتم کرده این, که... این که این حرف کاملا در واقع متاسفانه با حقیقت اصلا نه سازگاره نه درسته ببینید شما فیلم اه... کتک خوردن این خانم رو میبینید به صورت مشخص این پسر بالای سر این دختره اگر این دختر با کاتر یا هر چیزی این پسر رو زده مگه نباید این پسر خونین باشه پس چرا ما تو اون فیلم نمیبینیم این خونو اون دخترم که دیگه از اونجا باید بیهوشه یعنی نیست که بگیم بعد از اون بلند شده این بچه رو با پسر رو با کاتر زده بعدم اگر شما ببینید تو فیلم یک جایی همون اول فیلم پسر میگه من زدم مادر بهش میگه خفه شو موی دختر میکشه دو سه تا تو سر دختر میزنه و میگه من زدم من زدم من زدم و خواهر آقای جان نجادیانم که با کاتر تو پای دختر فرو میکنه خود فیلم رو هم کسانی که با اینها آشنا هستن میگیرن برای چی میگیرن؟ برای صحنه سازی یعنی اینا نگران شده بودن که اعتمالا این دختر ممکنه جونش رو از دست بده و اومدن برای صحنه سازی برای اینکه در واقع سند جور بکنن از این قضیه فیلم گرفتن فیلمو که ما نگرفتیم سر صحنه بعد همین آقای جهان نژادیان، خب آقای جهان مطلعه مطلع بوده این خانم بهش گفته که دارم میام خونه و یکی از مسائل مهم اینه که تصور من ببینید در به منزل آقای جهان در بریم هیچ کیوس که حراستی نیست فاصله بین دعوا در خونه آقای جهان تا این دختر میرسه داخل باغ بیشتر از 3-4 دقیقه نیست 5 دقیقه نیست تصور من اینه که آقای جان نجادیان با حراست هماهنگ میکنه که بیاد اونجا این دختر داره میاد اونجا تصور من اینه ها. و حراست میرسه اونجا و بعد اینا پرونده ای که برای این دختر تشکیل میدن ببین هیچکس بازداشت نمیشه روز چهارشنبه روز چهارشنبه فقط این دختر بازداشت میشه و بعد پرونده ای که برای این دختر تشکیل میدن در روز چهارشنبه پرونده سرقت مسلحانه است یعنی اگر روز چهارشنبه ببخشید اگر روز پنج این ویدیو رو من منتشر نکرده بودم و مسئله افکار عمومی نشده بود و اون دست دستور پیگیری نیومده بود واقعا ممکن بود این دختر به خاطر سرقت مسلحانه الان در حبس باشه و مجرم اصلی آزاد باشه و دنبال سوژه جنسی بعدی باشه خانم چشمرا اصلا برای چی رفته بود منزل آقای احمد جهان ظاهرا خانم چشپرا خیلی از طرف آقای احمد جهان برای تداوم این رابطه در واقع غیر متعارف تحت فشار بوده و این خانم نمیخواسته دیگه این رابطه ادامه پیدا بکنه بنابراین تصمیم میگیره که بره در منزل آقای جهان با این تصور که الان آقای جهان نجادیان اونجاست و کل موضوع رو با خانواده آقای جهان نجادیان در میون بذاره و این قضیه رو حل بکنه تمام بشه یعنی از این قضیه نجات پیدا بکنه وقتی میرسه اونجا آقای جهان نجادیان نبوده و اول پسر در واقع آقای جهان با دختر درگیر میشه و بعد هم که دیگه اون مسائلی که پیش اومد آیا پیش از اینکه تنشی بین این دوتا ایجاد بشه رابطه خودخواسته بین این آقا و خانم وجود داشته؟ آیا خانم بهار چشم به رابطه ای داشته با این آقا؟ نخیر، نخیر، نخیر. ببینید کاملا مشخص و مبرهنه با توجه به آنچه که همکاران آقای جان نژادیان در واقع تو این چند روز که ما صحبت کردیم و افرادی که ایشون رو میشناختن از دوره که مسئولیت واحد حمل و پالایشگاه رو داشته گفتن متاسفانه ایشون در واقع دنبال این مسائل بوده این دختر منشی ایشون بوده ایشون از موقعیتش در پالایشگاه سوء استفاده کرده و این دختر رو اخفال کرده نهادهای امنیتی اجازه ندادن این دختر حقیقت رو بگه ببینیم بار اول به چه شکل آقای جهان نجادیان این کار انجام داده ببینید دوست عزیز شما میدونید وقتی یک خانم یک جایی کار میکنه اگر از طرف یک آقای مورد تعرض قرار بگیره ازش فیلم گرفته بشه صوت گرفته بشه به هر شکل تحت فشار قرار بگیره اون خانم با توجه به نظام و دستگاه در واقع قانونی که ما داریم تو این مسائل امکان اثبات این رو نداره و در کل اون کسی که در واقع تو زاویه قرار میگیره و تحت فشار قرار میگیره خانم است اونم کجا اونم در خوزستان که موضوع قطعه ناموسی مسائل ناموسی یک تابو نه برای مرد برای زن محسوب میشه یعنی وقتی یک مردی با یک زنی یک ارتباطی میگیرن و این مشخص میشه سر مرد رو نمیبرن سر زن رو میبرن گفته میشه که خانم بهار باردار شده این خبر درسته ببینید آنچه که دیروز صبح من متوجه شدم این بوده که از این آقا باردار شده این آقا مسئولیت قبول نکرده ناچار به سخت شده ولی آنچه که دیروز بعد از ظهر از ناحیه نزدیکان این خانم گفته شد و خود این خانم در ویدیو گفت گفت که نه من اصلا باردار نبودم اینجوری گفتن و با توجه به اینکه خود این خانم در واقع گفته نه خب ما هم نمیتونیم اصراری به این موضوع داشته باشیم منظورتون از ویدیو البته ویدیویی هست که صدا و سیما درست کرده بله 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 چون هنوز هیچ روزنامهنگار مستقلی یا هیچ وکیل مستقلی که امکان داشته باشه تمام جزئیات واقعه رو مطلع بشه با ایشون صحبت نکرده فعلا آنچه که وجود داره و در دسترس ماست آن چیزی که این خانم به دوستانش و نزدیکانش گفته بخشی از اون برمیگرده به پیش از اینکه که نیروهای امنیتیشون رو ببرن و اون فیلم و ویدیوها تهیه بشه بخشیش هم که برمیگرده به بعد از اون زمان پیش از این که یعنی بین آزادی ایشون در پنجشنبه و اینکه که نیروهای امنیتی ایشون رو میبرن چهارشنبه و اینکه که نیروهای امنیتی ایشون رو میبرن زمان بسیار کوتاهیه آقای احمد جهان چه ارتباطی با نهادهای امنیتی داره چرا اینقدر این آدم پارتیش کلفته که سعی میکنن موضوع رو یه جوری مخفی کنن و پنهان کنن ببین آقای احمد جانجادیان هم برادر دوتا شهید هستن خانوادهشون در آبادان خانواده متمول و متنفذی و صاحب نفوذی هستن ایشون یکی از در واقع رؤسای پالایشگاه آبادان بوده و طبیعتا همه اینا ایجاب میکنه که در ایشون در واقع داره دامنه روابطی باشه که طبیعتا یک دختری که از هیچ کدوم از این روابط و موقعیت ها برخوردار نیست صاحب اون جایگاه و موقعیت برای دفاع از خودش نباشه یکی دو تا کلیپ منتشر شده که گفته میشه که این صدای آقای جهان نژادیان هست که پیام های صوتی با محتوای جنسی برای خانم بهار چشمه را فرستاده آیا اصالت اینا رو تایید میکنید این کلیپ ها درست هستن من چون صدای آقای جهان رو تا الان نشنیدم نمیتونم واقعا صحبت آقای جهان جا... در واقع صحت این کلیپ ها رو و صوت ایشون رو تایید بکنم البته صداشون توی اون ویدیوهای به اصطلاح بازسازی هستش بله صدا رو بازسازی صحنه خب اون صدایی نیست که یعنی قابل تشخیص نیست اون صدا با صدایی که از تلفن منتشر شده ولی امروز گفته شد که آقای جهان نژادیان و برادرشون این خانم رو به خاطر انتشار این فایل های صوتی تهدید به مرگ کردن ولی باز هم با این همه من دقیقا نمیتونم در واقع صحت این فایل های صوتی رو تایید بکنم در یکی از فیلم هایی که رسانه های داخل ایران منتشر کردن و اعترافات اجباری خانم بهار چشبرار رو منتشر کردن یه آقایی رو نشون دادن که ظاهرا میگن که پدرش هست ولی آره شما توی توییت تو نوشته بودین که ایشون یتیم هست رو... من اشتباه کرده بودم در واقع روز روزی که من متصوب پنجشنبه که من مطلعه شدم طبق اطلاعات گرفتم به من گفتن که این خانم با مادر بزرگش زندگی می کرده و کسی رو نداشت من این تصور رو داشتم که این خانم یتیمه ولی بعد که پدرش اومد صحبت کرد من متوجه شدم که سالیان خیلی زیادی پدر و مادر این خانم از هم جدا شدن و این خانم هم چندین سال اساسا با پدرش هم زندگی نمیکنه و جدا زندگی میکنه و دلیل این که این تصور برای, برای من پیش اومده بود و کسان دیگه ای که بعد از منتشر کردن کریپ چون من کریپ که منتشر کردم که به این موضوع اشاره نکرده بودم بعد تو های بعدی اشاره کردم و کسان دیگه هم که اشاره کردن بر مبنای همین تصور و اخباری که بود این رو گفتم ولی بعدا که براخر از نزدیکان ایشون و افرادی که میشناختنشون اطلاعات دقیقتری کسب کردیم متوجه شدیم که نه ایشون یتیم نبوده و ماجرای خانواده ایشون هم به این شکل بوده که ایشون چندین سال جدا از پدرش زندگی میکنه خرج خانوادهشو خودش میده کسانی که ایشون رو میشناختن و من در موردشون ازشون تحقیق کردم همکارای این خانم بودن در پالایشگاه همه متفق بودن که این خانم خانم فوق العاده با شخصیت و خانم در واقع موجهی بوده در محل کار ولی متاسفانه فرد مورد نظر ما فرد خوشنامی تو این موضوع نبوده در دو کلیپ اعترافات اجباری خانم بهار چشم برا ایشون مجبور شده که بگه من بیماری روانی دارم و دارو مصرف کنم و از این حرفا نظر شما در این باره چیه اطلاعاتی در این باره دارین هیچ دکتر روانپزشکی همچین چیز رو تایید نکرده هیچ دکتر روانشناسی هم تایید نکرده ضمن اینکه کسی که تحت تجاوز به این شکل قرار میگیره این اندازه مورد فشار قرار میگیره طبیعی هست که به لحاظ روحی و روانی به هم بریزه کدوم آدم سالمی میتونه ادعا بکنه که در یک همچین شرایط سختی قرار میگیره در مملکتی که بیکاری هست بیپولی هست افراد متنفذ با استفاده از پول و نفوذشون به خودشون اجازه میدن هر کاری متاسفانه انجام بدن کدوم آدمی میتونه بگه که یک دختری که تو این شرایط قرار میگیره و تحت همچین فشاری قرار میگیره به لحاظ روحی تحت فشار قرار نمیگیره من حتی اگر این دختر دارو هم مصرف میکرده به اون آفرین میگم اون دارو مصرف میکرده که خودش رو کنترل بکنه اگر اون دارو رو مصرف نمیکرد و مثل اون دختری که رفت اون آقایی که بهش تجاوز کرده بود رو به قتل رسوند برای دفاع از خودش این کار رو انجام میداد و اعدام میشد خب این که کار درستی نبوده اون تلاش کرده خوش کنترل بکنه ظاهرا بعد از اینکه شما ویدیوی ضرب و شتم دختر آبادانی رو منتشر کردین شما رو هم خیلی تهدید کردن میشه در این بار هم توضیح بدین بله متاسفانه از اون روز خیلی از کسانی که در واقع, در واقع در پیام گذاشتن بعد از یک جایی به بعد یک عده خاصی اومدن اونجا تهدید کردن دادستان پیام داد اونی که فیلم منتشر کرده ما میگیریم در واقع باش برخورد میکنیم نهادهای امنیتی دنبالش هستن که بگیرنش و افراد هم اومدن گفتن اینو باید بگیریم این نمیدونم شروع کننده آبان 99 بوده این فلان بوده برانداز بوده در صورت که اصلا اینجوری نبوده من انسانی بودم به عنوان یک روزنامه‌نگار منطقه که میخواستم حق این خانم زایه و پایمال نشه و من رو خیلی تهدید کردن خیلی اراب کردن ولی خب من کوتاه نیومدم حقیقتا ترجیح دادم که مطالب رو بیان بکنم حقیقت رو بیان بکنم و فکر نمی کنم که دستگاه قضایی عادل عادل در قبال موضوعی که من و بقیه خبرنگارای منطقه چند نفری که به این موضوع پرداختن و دیگران که ما روی کردمون روی کرده به فضل حقوق این زن بوده ما روی کرده سیاسی نداشتیم به مسئله با. فکر نمی هیچ دستگاه قضایی عادلی به دنبال این باشه که ما رو تهدید بکنن اینم باز جابجا شدن جای ظالم با مظلومه من روزنامه‌نگار وظیفه‌م منتشر کردن این خبره من وظیفه دارم این خبر رو منتشر بکنم من اگر این خبر رو منتشر نکنم این ویدیو رو منتشر نکنم با اطلاعات و آگاهی که دارم خیانت کردم در حق جامعه خیانت کردم ظلم کردم اجازه دادم یک متجاوز فرصت پیدا بکنه برای اینکه یک سوژه جنسی دیگه پیدا بکنه